وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 22 ایول رمضان رحیم‌زاده به ترکیه رفت و با سلیمان سویلو وزیر کارهای داخلی این کشور ملاقات کرد. مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های فراملی موضوع اصلی صحبت دو وزیر بوده است. به گفته سامانه وزارت کارهای داخلی، مقامدار تاجیک سازشنامه درباره همکاری امنیتی میان دو کشور را امضا کردند. این خبر را رسانه‌های دیگر نیز تصدیق کردند. در گزارش آنها، اگر طرف ترکیه بیشتر به تاکید همکاری برای تامین امنیت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرده باشد، طرف تاجیکستان کار مشترک ضد تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته را مهم دانسته است. در ترکیه ده‌ها مخالف حکومت امام‌علی رحمان کار زندگی می‌کنند که با گمان تروریسم و اکستریمیسم زیر پایگرد مقامات تاجیکستانند. از جمله اکثر اعضای گروه 24 سازمان ممنوع در تاجیکستان در ترکیه پناهنده شدند که از سیاست های حکومت امام‌علی رحمان در شبکه های اجتماعی شدیداً تنقید میکنند. در خبرنامه وزارت کارهای داخله گفته میشود که دو جانب برای عملی نمودن اقدام های در پیش ایستاده به ساختارهای دخلدار وزارت دستور و سپارش های مشخص دادند. شرح داده نشده است که منظور کدام اقدام است که برای عملی نمودنش سپارش دادند. سوراب ظفر رهبر سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در ترکیه قرار دارد روز 23 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت سیاست اکثریت کشورها در شرایط فعلی پیشگوی شونده است، ولی امیدوارند که ترکیه مثل روسیه فعالان سیاسی را به تاجیکستان استرداد نخواهد کرد. این رهبر گروه 24 و چند عضو دیگر سازمان در گذشته با درخواست حکومت تاجیکستان در ترکیه بازداشت و پس از چند ماه تحقیق رها شدند. حالا سوراب ظفر میگوید با احتمال زیاد موضوع بازداشت و استرداد آنها نیز در این صحبتها در میان گذاشته خواهد شد. حکومت تاجیکستان بعد از موفق شدن در چنین همکاری ها با روسیه میخواهد اون برنامه خود را در ترکیه پیاده کند، چون در اینجا نه تنها مبارزان بلکه تعداد مهاجران کاری تاجیک نیز روز از روز زیاد میشوند، گفت او.